ساعته الان منتظرم واقعا. چقدر باید به توضیح بدم که شروع کار مجتمع 9 صبح؟ من شرمنده ام، من الان منتظرم، من اونجا باید برم برسم محضر، همه اونجا. نمیدونی با چه بدبختی مدیر مجتمع راضی کردم که بیاد در باز کنه. شما باید دیشب میمدین حلقاتون رو بگیرید، تقصیر خودتونه که نیومدین. من نتونستم مرخصی بگیرم، حالا تازه به خانومم گفتم گرفتم از شما حلقا رو. تقصیر من نیست که باید میومدین دیگه. ببین چه خبره؟ چند میلیارد تراست دیگه. خب من میگم یه نفر بخواد تا آخر این پاساژ بره چند ساعت طول میکشه؟ چه جوری نمی طلا رو بردن؟ کیلو کیلو هم برده ها؟ تقریبا. میگم طلا الان هر کیلو مزینش چقدره؟ نمیدونم. باید گرون باشه. فکر کنم با یه گروه حرفه‌ای طرفی. یه شاید هم یه آدم باهوش. مگه باهوش‌تر از ما هم پیدا میشه؟ سلام، من کیهان هستم از اداری آگاهی. خوشبختم. بفرم اوزه و رزگاهمون رو میبینید؟ بیچاره همون کردن، زحمت 7 سال ساختن این مجتمع به باد رفت. خوب تعریف کنیم. باورم نمیشه، انگار که دارم خواب میبینم. مثل یک کابوسه. چرا باید سالگرد افتتاحیه مجتمع اتفاق بیفته؟ برنامه داشتیم برای سالگرد افتتاحیه؟ یه برنامه کوچیک بین سهامدارا. چند نفر اینجا سهامدار هستن؟ 12 نفر با خودم، 13. شما هم سهم دارین؟ خبر مرگم بله. چقدر هست؟ 52%. پس تقریبا سرمایه گذار اصلی هستیم. با اجازتون. یا
اینجا اون مغازه داره از شما شکایت هم کردن؟ اکثرشون که الان اینجا یه ادام شیدم تو آگاهی دنبال تشکیل پروندن. به کسی شک هم داریم؟ شک؟ نه والا آخه من اصلا با کسی دشمنی ندارم. من میتونم مشخصات سهام داره اینجا رو داشته باشم؟ بله، میگم منشی بهتون بده. مقدار سهمشون مشخص باشه. اونم بره به چشم. عجیب نیست که شما اینجا برای شب نگهبان نداریم؟ نیازی نداشتیم. اینا دست گوشن نقطه قوت ما. تمام شیشه‌های مجتمع ضد گلوله است. تمام این دیوارا از بتن فولادی تقویت شده استفاده شده که ده ریشتر زلزله هیچ کاریش نمیکنه. سیستم برق‌رسونیش مجزا از کل سیستم برق‌رسونی شهره که جلوی هر گونه آتش سوزی اتصالی رو میگیره. جناب کیهان، من خیلی برای اینا زحمت کشیدم. مسئول امنیت مجتمع کیه؟ مهندس موحد. تشریف دارن الان؟ بله، ایشون مدیر داخلی مجتمع هم هستن. سهام هم دارن؟ بله. چند درصد؟ 11% نفر چهارم هم. میتونم ببینمشون؟ خواهش میکنم. خیلی ممنون. میبینین جناب سرگرد؟ این روحیه که اومده و رفته. من اصلا نمیفهمم. از صبح تا الان من 10 دفعه فیلم ها رو چک کردم، اصلا کسی دیشب وارد مجتمع نشده. همه مداره امنیتی هم چک کردم، هیچ کدوم هیچ آسیبی ندیدم. گاوصندوق مغازه هم به سیستم شما وصله؟ بله، همشون تحت این سیستم مرکزی کنترل میشن. یعنی این سیستم امنیتی مجتمع یه جوری کد گذاری شده که تا از این سیستم اجازه داده نشده باشه هیچ کدوم از گاوصندوقا بالا نمیاد. بالا نمیاد؟ گاوصندوقا اینجا یه جوری تحریزی شدن که از پشت ویترینا به صورت آسانسوری میرن زیر زمین. یعنی خود مغازه دارم اگه بخوان دسترسی به گاوصندوقاشون ندارن؟ نه، توی هر ساعتی کنترل گاوصندوقا تو شیفت شب به عهده ماست. آشا، باور کنید جناب سرگرد، این سیستم امنیتی هیچ مشکلی نداره. تمام دربای ورود و خروج، قفل همه مغازه، در همه گاوصندوق به وسیله همین سیستم داره کنترل میشه که هیچ دزدی نمیتونه اصلا وارد سیستم بشه که بعداً بتونه به کل شبکه دسترسی پیدا کنه. این سیستم امنیتی تو کل خاورمیانه واقعا نمونه است. اما اگه دسترسی پیدا کنه همه قفلا براش باز میشه. بله. سیستم امنیتی از کجا کنترل میشه؟ از اتاق من و آقای بهاری که خب تو فیلم هم دیدیم اصلا کسی وارد اتاق نشد. من یه نسخه از فیلم دوربینای مدار بسته مال 3 روز گذشته میخوام و یه لیست کامل از تمام کارمنداتون. چشم، فقط یه خورده طول میکشه. اشکال ندارم، ما هستیم. من با همکارم میریم یه نگاهی پایین میندازیم و برمیگردیم. بله، خواهش میکنم. سلام، من کیهان هستم از اداره آگاهی. خوب هستین؟ نه خوب نیستم، همه چی رو جمع کردم بردم، همه زندگیم رو جارو کردم، چطوری میتونم خوب باشم؟ میگن اینجا امنیت داشته، درسته؟ امنیت داشت، بابت امنیتشم هر ماه کلی ازم پول میگرفتن. از امنیت داشته؟ امنیت داشت، من الان خیلی از سیستماشون سر در نمیارم، تعجب بکنم چطور این کارو کردم. این چیه؟ توی گاوصندوق گذاشته بودنش. ظاهرا تو همه گاوصندوقا یکی دونه از همین گذاشتن. میتونم ببینمش؟ آره حتما. میخواینش؟ نه، باشه پیشتون. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. میگن طرف خیلی حال نمی کرد اطلاعاتش رو بهمون بده ها.
بالاخره کلی مدعی بود تو سیستم امنیتی مجموعه. آره دیگه، اونم با این دفتر دستک. به نظر باز چی دوز زبادی همچین استیکی رو همه گاف صندوق با چسبونن؟ به نظرم بیشتر شبیه شوخی میمونه یا تمسخر. میگم با این سیستم امنیتی میشه به همشون شک کرده. آری مبعدی یا چنم کی؟ شبه. ما رو بگوید من از کی مشورت میگیریم؟ میخوای فیلم دوربینه مداربسته رو چک کنیم؟ آره شاید چیزی توش پیدا شه. منم اجازه دارم بیام ببینم؟ آره بیا. فرجس. میگم فقط عجیب نیست طرف فکر کل سیستمای امنیتی رو کرده، هکشون کرده. حواسش به این چهار تا دوربین نبوده؟ کاوه جان سلام. سلام. سلام حسین چطوری؟ عالی. چیکار می‌کنی؟ داریم فیلم دوربینای مداربسته مجتمع رو چک می‌کنیم. شما رفتی مجتمع؟ آره. ببخشید من درگیر بازپرسی شدم، دستنم بود. نه اشکال نداره، من تنها نبودم، با نادر رفتیم. عجب. عجب. یا ما با نادر سنش از درس و دانشگاه دیگه گذشته، ولی اگه شما صحبت کنی اینجا میتونه مشغول به کار بشه، چون زحمتو داره میکشه پولش بگیره دیگه. ها خودش هم بعدش نمیاد. کاری هم برمیاد؟ آره لطفا، من تو با نادر دارم فیلم رو چک میکنم، یه سری اسم این کارمنده و سهامدار رو وسط میفرستم ببین چه کارم. فرستادم بسید. منو برمیگردم. خسته نباشی. خانم توکلی. بله. جاب زنگ اتاقشونه؟ بله هستم. سرشون خلوته یا نه؟ نمیدونم. چطور مگه چیزی شده؟ نه نه. متشکرم.
غذا خوردن سر صدا نداره که. بخور بره بیکارش. گرمش کن زود باش. غذا تو تموم نکردی؟ کم میخورم. خوبه؟ آدم از گرسنگی نمیمیره ولی از پرخوری چرا؟ البته بعضی ها میگن بهتر آدم با شکم سیر بمیره تا بخواد از گرسنگی تلف بشه. نظرت چیه؟ کدومش درست؟ نمیدونم. حواسم بهت هست. ممنونم. نه از اون جهت. از کدوم جهت؟ خواستم بهت هشدار بدم که دوست ندارم کسی هم نیت زندان رو به هم بریزه. من به هم بریزم؟ هنوز جای زخم پهلوم شبو نمیذاره بخوابم. گفتم فقط بهت هشدار داده باشم. برای کسی که حکمش اعدامه اینا هستن تهدید به حساب نمیاد. من اینکه چیزی برای از دست دادن ندارم. کاوه جان میخوایی یه فکری برای شام بکنیم؟ چون اینجوری که پوش میاد هستیم. حالا شما بگیریم، من نمیخورم فعلا. به نظرم یکم داری به خودت سخت میگیری. یا میدونی از موقعی که دوباره پیدات کردم نیدم حتی یه وعده درست درمون بشینی بخوری. شما که منظور منو فهمیدین دیگه، چرا هم دارین کشش میدین؟ بحث کش دادن نیست، میگم بالاخره آدمیزاده دیگه، انرژی لازم داره. کاوه جان شاید برات جالب باشه، من این فیلم شب دزدی و شب قبلش رو از صبح تا حالا چند مرتبه دیدم، هیچ اتفاقی توش رخ نمیده. هیچی واقعا، یعنی هیچی که میگم هیچی ها اصلا. باش همونستان جسارت میکنم ازتون میپرسم، فقط این فایل کارمنده تو سیستم شماست؟ بله. میتونم ببینم؟ نه. بله میتونیم بفهم. این کیه؟ حسابدار. این قبلیه کی بود قرمزه؟ یا با چی بزرگ میشه؟ رد شد. چی رد شد؟ شبه رد شد. شبه چیه؟ هر دو شب داره رد میشه. شبه کدومه؟ ما هرچی شبه دیدیم تو فیلم ها مثل یه ملافهی بوده داشته رد میشده. تو دو شب متفاوت داره رد میشه. به زمان فیلم ها دقت کنین. ببین دو تا فیلم از دو شب متفاوت، دقیقا تو همین لحظه چراغ دار روشن خاموش میشه. ما که پت میکنه رو میگی؟ یعنی هر دو تا فیلم مال یه شبه؟ یکیه کپی شده. کیا به فیلم ها دسترسی داشتن؟ موحد و بهاری. بریم سراغشون دیگه. نه صبر کنیم ببینیم چی کار میکنن. اگه طلا رو آب کنی چی؟ این همه حجم طلا رو که نمیشه توی این مدت کاریش کرد. نگه از مرز ردش کنن. من نظرم اینه که بریم سراغشون. نظر منم همینه. شام که نمیدین لقل امشب هیجانیش کنیم. صبر میکنیم ببینیم چی کار میکنن. یکی سفارش بگه واسه این وقتی بخورم. کاهو اگه بود. بگم نمیخوای بگی پشتیبانی بیاد؟ بس چی؟ عملیات دیگه. گفتم که فعلا نمیریم. نگفتم؟ بله تاکیدم کردن اتفاقا نمیریم، یعنی قرار نیست بریم. اشتباه کردم. نه خوش بگم پیش میاد بالاخره. کجا؟ مارم جایی کار دارم. میرسونی؟ مترو نادرم وردا با خودم. آخه دیر وقته. تاکسی بگیر یه شام هم با هم بزنم. اگه قرار نبود شب بیای خونه ما. اگه برسم فکر نمی کنم. به صبر. منو کاش میبردی بخونی.
لطفا اگه من یه شامه دیگه ببرش دیگه. شب بخیر. نری زیر ماشین برو اون برم بفهم باره بپا خوش اومده. شام هر کجا گیر بیاریم حالا. من که رژیم دیدم رژیم کاهو اینا میخوری تو هم خوبه. آره الان که پیاده روی فقط یعنی اونم خوبه. گیرم که اینو میشناسی؟ نه ندیدیش حالا؟ نه ندیدمش. از کجا باید دیده باشم؟ مطمئنی؟ آره دیگه مطمئنم. تو که این هم اونجا رفت آمد داشتی هیچی ندیدی؟ من چقدر اونجا رفت آمد میکردم. تو چی اونجا میرفتی؟ پس اومدی بازجویی اینو به من بگو. قشنگ جوابمو بده. میدونی که به من مدیونی. یه بار برای من یه کاری کردی صد بار اومدی اینجا. چی کار کنم من؟ اینجا هم که من برای جور کردم. خب الان من چه غلطی کنم؟ چی کار کنم؟ چی کار کنم که تصویر بشه تموم شه بره؟ مساوی بشیم؟ اینو به من بگو. میدونستی رنا بچه داشته؟ رنا؟ نه من چه میدونستم؟ گفتم اگه میدونی چه بتونی به هم بگی جاش کجاست؟ نه من چه میدونم. اینو چی اینو میشناسی؟ نه کی هست؟ یکی از اعضای همون باندی که متلاشی شده. خواستم ببینم که میدونی الان کجان چی کار دارم میکنن. تو که هر کسی با پنجره رابطه ای داشت دستگیر کردی. کسی نمونده که تو موندی. به من چه ربطی داری؟ من چی کارم؟ پسرم اوی پنجلی بودن جرمه؟ اینو من بگو جرمه؟ بیا منو دستگیر کن. تو همین که اینقدر قیافت شبیه پنجلی خودش جرم بزرگیه. آقا کابه اینقدر اینجا نیا. تا الان صد بار از من پرسیدن این مأمور برای چی اومده اینجا؟ من با چی جوابی بدم بهشون؟ آقا کابه Thank you.
محسن اینجا برای چه خوابی دارم؟ خوابم برد بهت میگم هی زن بگیر زن که بگیری نجون میشه بری خونه اصلا اجازه نمیده به تو ماشین بخوابی بهتر هم داخل من میام کجا برم؟ بفرمایید سلام آقای کیهان صحبتون بخیر سلام بفرمایید خوب هستین ببخشید من صبح زود زنگ زدم شما؟ من نسیمم اون روز کنه نادر هم دیگر رو دیدین خواهش میکنم بفرمایید بله ممنون فکر کنم بعد موقع زنگ زدم خواب بودین؟ نه خواهش میکنم دیگه باید بیدار میشدم شمارتون از پدرتون گرفتم در خدمتتون هستم خواستم بگم امروز فرصت دارین از نزدیک باهاتون صحبت کنم امروز؟ راستش خیلی مهمه در مورد نادر و یاسمنه چه ساعتی؟ شما ساعتشو بگین هر موقع وقتتون آزاد شد بگین من مرخصی میگیرم باشه پس من با تو نمایه میشم ممنون میبینمت خدا خدا نگهدار بله کپی شده یعنی چی کپی شده؟ چی بگم آبا؟ یعنی چی بگم؟ کی کپی کرده؟ من نمیدونم الان فیلم های دوربین مدار بسته تو این سیستم ذخیره شده؟ بله سیستم مال کیه؟ مال من بعد شما نمیدونی که کی کپی کرده؟ آبا من نمیدونم من واقعا نمیدونم اصلا چرا من بعد همچی کاری بکنم؟ به خاطر 800 کیلو طلا محسن الان طلا گرمی چنده؟ طلا که چون اقتصاد وضعیت ثابتی نداره در نوسانه خیلی دقیق نمیشه گفت مثلا به همون قیمت قدیم 800 کیلو هر کیلو 1000 گرم چقدر میشه؟ 1000 که میدونم 800 داشتیم من پلیسم ریاضیدان نیستم ولی خیلی میشه بهروز قضیه چیه؟ آقا شما چرا هیچ کدوم حرف منو باور نمی کنید؟ مثلا نمیدونم چی شده همه چی از توی سیستم من شروع شده ولی درست همون موقعی که مثلا نبودم شده این تیتر خبرها 800 کیلو طلا دزدیده شده نه یه گاف صندوق شکسته شده نه یه ترک روی شیشه افتاده کار کی میتونه باشه جز کسی که توی این اتاق بوده جناب سرگرد اصلا من شب دزدی تهران نبودم آقای بهاری در جریانن من مشهد بودم توی جلسه بودم ساعت رفت و برگشتم توی بلیتم ثبت شده میتونم بهتون نشون بدم میتونم آدرس تلفن همه اون کسایی که تو این جلسه بودن بهتون بدم ازشون بپرسین که من اونجا بودم این خیلی میشه میلیاردی میشه زیاده به جا شما کی دیگه تو این اتاق میاد هیچ کس بدون اثر انگشت من هیچ کس نمیتونه وارد اتاقش بهروز آبرومون رفت حیثیتمون رفت پولمون رفت عزمم بله جناب سرگرد اگه شما یه درصدم به من شک دارین من که شب دزدی اصلا مشهد بودم نمیتونستم انگشتمو بدم به یه نفر دیگه که جای من انگشت بزنه این مجسمه همونیه که تو اتاق آقای بهاری هست؟ بله کجا دارم میبرنش؟ این تصویر همون روز سالگرد افتتاحیه است دوستام همون روز این مجسمه رو به عنوان هدیه فرستادن جناب سرگرد تشمیه لطفا شده از اداره تماس گرفتن یه تعدادی ماشین رو توی جاده گرفتن که داخلش پر طلا بوده مال همین مشتمه؟ نمیدونم ولی مقدارش خیلی زیاده کجا الان؟ دو سه ساعت دیگه میرسن فکر کنم این بهاری رو ببر ببین تشخیص میده مالی مشتمه بوده یا نه شما نمیای؟ من یه کاری دارم تا بچه ها برسن خدا هم میرسونم باید موبایدم از شهر خارج نشه جواب آزمایش آقای نادر مفتون رو میخواستم یه چند لحظه
سلام. سلام. ببخشید مزاحمتون شدم. نه خواهش میکنم، دیر که نکردم. نه منم تازه رسیدم. خواهش میکنم بفرمایید. راستش خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط حس کردم شما بهترین کسی هستین که میتونم این حرف رو بهش بزنم. خواهش میکنم بفرمایید. من اون روز اومدم با نادر حرف بزنم که تکلیف یاسمن رو مشخص کنم. اینجوری که نمیشه همش نادر اون بر باشه یاسمن این بر. اینا تکلیفشون مشخص نیست، نه از هم جدا شدن نه با هم زندگی میکنن. برای منم سخته، من هم از مادرم مراقبت میکنم، هم باید صبح تا شب به یاسمن دلداری بدم که اشکالی نداره، نادر لیاقتش رو نداشته از اینجور حرفا. مادرتون مریضه؟ بله، یه چند سالی که نیاز به مراقبت دارم. بار مسئولیتش هم رو دوش منه. من دو شیفت کار میکنم، از این حرف بشنو از اون حرف بشنو، این قضیه هم یه مدتی بهش اضافه شد. میفهمم، ولی من فکر میکنم که نادر خیلی عوض شده. اگه واقعا نادر ترک کرده که من بعید میدونم ترک کرده باشه، خب بیاد با یاسمن حرف بزنه. این بیچاره نمیدونه چیکار کنه، تکلیفش معلوم نیست، یه جایی میره نمیتونه بگه متأهل، نمیتونه بگه جدا شده. این درسته؟ یه نگاهی بهم بندازین. چیه؟ برگه آزمایش نادره. واقعیه؟ آره، خودم بردمش. همون سری که شما گفتین من ذهنم درگیر شد، دیگه نتونستم ثبت کنم. بردمش آزمایشگاه. چی بگم؟ مگه اینجوری چرا نمیاد با یاسمن حرف بزن؟ داره خودش رو جمع جور میکنه. میدونی اونم خیلی ذهنش درگیره و خیلی دوست داره که یاسمن برگره سر زندگیش. امیدوارم اینجوری که میگیم باشه. هست، مطمئن باشید. من میتونم این برگر رو داشته باشم؟ بله حتما. ممنونم. فکر کنم بتونه کمک کنه. امیدوارم. ببخشید مزاحم شما شدم و حس کردم نمیدونم چرا شما بهترین کسی هستین که میتونم با حرف بزنم. نه خواهش میکنم، کار خوبی کردید. ممنون. ببخشید من دیگه باید برم، مرخصی نگرفتم، همینجوری بدون اجازه زدم. بعد نشه براتون؟ نه بعضی وقت از این کارو میکنم. اگه راتون دوره برسونم اتون. ممنونم. آموزشگاه زبان همین نزدیک خودم میرم. تدریس زبان میکنید؟ تدریس نه، کار اداری میکنم. خیلی خوبه که. نه خیلی هم خوب نیست. ممنون که اومدید. خداحافظ. خدا نگهدار.